به نام خدا. سلام، به اپیزود پنجم سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسی هست و در این برنامه میخوایم بررسی کنیم و ببینیم که آیا ما مغزمون هستیم یا نه. عده‌ای از دانشمندان بر این باورند که ما مغزمون هستیم. اونها برای این ادعا دلایلی رو بیان میکنن. اولین دلیلشون اینه که وقتی مغز کسی آسیب میبینه رفتارش عوض میشه و انگار یک شخص دیگه است. بیماری‌های مغزی، الکل و مواد مخدر میتونن به مغز ما آسیب برسونن و با این موارد احساسات و رفتار فرد عوض میشه. بنابراین اینطور استدلال میکنن که ما همون مغزمون هستیم. دلیل دوم اینه که هر رفتار یا احساساتی که توسط ما درک میشه به خاطر فعالسازی مسیرهای نورونی مختلف که در قسمت‌های مختلف مغز ما وجود دارن هستش. مثلا ساقه مغز کارهایی مثل نفس کشیدن رو تنظیم میکنه، مغز میانی بیداری و کنترل اشتها رو بر عهده داره، نظام دستگاه کناری عواطف مختلف مثل خشم و رابطه جنسی رو مهار میکنه و کورتکس مغز مربوط به هوشیاری یا همون خود بودن هستش. دلیل سوم مربوط میشه به پژوهش‌های بنجامین لیبت، روانشناس کالیفرنیایی، که در مورد تکانه‌های عصبی که حرکات ایجاد می‌کنند انجام داد. لیبت از افرادی خواست که به ساعتی نگاه کنند که هر 2.65 ثانیه یک دور کامل می‌زنه و از نقطه‌ای رد میشه و به اونها گفت که درست وقتی دور کامل میشه یک دکمه‌ای رو فشار بدن و متوجه شد که اونها نیم ثانیه بعد از اینکه مغزشون آماده میشه که دکمه رو فشار بده اون کار رو انجام میدن و به این نتیجه رسید که وقتی ما فکر میکنیم آگاهانه داریم تصمیم میگیریم، پیش از اون ناآگاهانه اتفاق افتاده و در پژوهش‌های بعدی این نیم ثانیه تا 7 ثانیه هم مورد تایید قرار گرفت. و دلیل چهارمی که میگن ما مغزمون هستیم خاطرات هست. میگن هویت ما حاصل جمع این خاطرات هستش. اما با توجه به این 4 دلیل آیا ما میتونیم بگیم که ما مغزمون هستیم؟ در مورد دلیل اول که مربوط به آسیب مغز و تغییر شخصیت بود، ما ممکنه بدون اینکه مغزمون آسیب ببینه در موقعیت‌های مختلف هم شخصیتمون عوض بشه و دست به کارهایی بزنیم که در حالت عادی اون رو انجام ندیم. بنابراین این دلیل قانع کننده ای نمیتونه باشه. در مورد دلیل سوم که مربوط به پژوهش‌های آقای بنجامین لیبت بود هم میتونیم این رو در نظر بگیریم که آگاهی ماست که در گذشته داره زندگی میکنه و این تأخیر در آگاهی دلیل بر این نمیشه که ما مغزمون باشیم یا مغز فرمان بده به ذهن. ضمن این که نتایج این آزمایش اراده و اختیار رو از ما سلب نمیکنه. در مورد دلیل چهارم هم که مربوط به خاطرات بود، آقای سر فردریک بارتلت ثابت کرد که خاطرات ما دستکاری میشن و یک چیز ثابتی نیستن. بنابراین ما برای شناسایی هویتمون نمیتونیم از خاطرات کمک بگیریم، چون طبق پژوهش‌ها ما این خاطرات رو بروز میکنیم و تغییرشون میدیم، در حالی که فکر میکنیم ثابتند. و نتیجه ای که از این بحث میتونیم بگیریم اینه که ما مغزمون نیستیم، ولی مغز نقش بسیار مهمی در شکلگیری خود ما داره. امیدوارم که از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه و تونسته باشین یک قدم به شناسایی ذات و حقیقت وجودی خودتون نزدیکتر شده باشین. اگر که تا اینجا سلفی کست رو دوست داشتین، ما رو حمایت کنید لطفاً و ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال بکنید، به خصوص یوتیوب. ازتون میخوام که هر چیزی رو که از سلفی کست یاد میگیرین سعی بکنید اجرایی بکنید، چون دانش به تنهایی هرگز کافی نیست و عمل و اقدام بسیار مهمه در کنار دانش باشه. تا اپیزود بعدی، خدایا رو نگهدار شما.